کامل میبادم که قبل رفتنش نمیرسیدیم. ببینم تو الان این ساخته اونو میبینی از کجا میفهمی که اون نرفته؟ کوری نمیبینی ماشینش اینجا پارکه؟ باری کلا کجا داره میری؟ دارم میرم عقبتر نبینم. بابا مگه اکشنه؟ خانم جان فکر کنم رئیس با بابام موافقت کرده. من میسپارم گونگا اینجا یه خونه خوب برامون پیدا بکن. من چیکار کنم خونه مادر دوره بینجا؟ باشه باشه خداحافظ خداحافظ. خانم جان شما چرا زحمت کشیدین با این حالتون؟ یه زنگ میزنین من میمدم خدمتتون. چه چیزی زنگ میزنم وقتی تلفن اشغال میکنی؟ صد دفعه نگفتم تلفن شرکت رو اشغال نکن؟ شرمنده ام حق با شماست. اینا رو بعد دنبال من بیا ببینم. چش. ماشین رو دوست دارم بدم؟ بله بله جوری ببخشید. خدمت شما ساندویچی رو نمیخوری من مخورم؟ بخور بخور ده جلد دایی ببین ببین اومد کسی دستشه یعنی میگی دولار هست؟ احتمالا بابا بیاتی شد خانم افقری خانم افقری سلام خانم افقری سلام شما اینجا چی کار کنیم؟ من یه لحظه یه عرضی داشتم خدمتتون من فرصت ندارم سلام ببخشید از خالی رستم قادر نخواستم بخشید قادر من واقعا بابت اون اتفاق متاسفم ولی شما اصلا جای دفاع به من ندید من شما حمله نکردم آقای خواستم شما خودتون گل به خودی زدید الان فعلا صحبت نباشید معذرت میخوام ببخشید ببینید خب یه تیمی که دفاع نداره تیم مقابل دائم داره حمله میکنه خب همه بار میفته رو دروازه‌بان ما هم پول نداریم دروازه‌بان بگیر حالا یه توپ این بعد بگیری یه توپ اون بعد میگیری بالاخره یه دونش گل میشه من قادر پیش از اساسم فرزند قیصر یه زمانی هم اتفاقا تو این شرکت کار میکردم ببخشید خانم افاخری من درست نیست که تو این شرکت اومدم من یه عمر دارم من این شرکت زحمت میکشم من امین نورچشی پدرتون بودم ازشون بپرسین براتون توضیح میدن میگن که من برای سرپا موندن این شرکت چقدر زحمت کشیدم اتفاقا منم برای اینکه شما خیلی تو این شرکت زحمت کشیدین میگم اینجا جای صحبت کردن نیستش شما برای چی اینجا وایسادین برو اینا رو بذارید صندوق عقب خانم افاخری یه لحظه یه لحظه آقا اجازه بدید من کمک کنم من متاسف اینا رو جمع میکنی میذاری تو آشناس میفتستی در خونه ما بابت اینا من زنگ زده بود بیام خب من چیکار کنم شما که نگفتی من داخل کیسه ها رو ببینم فقط به من گفتی ببین کیسه ای میره یا میاد حالا الان من چیکار کنم این بعد زنگ بزنم یا نزنم تو هر چیز مشکوکی دیگه زنگ بزن زنگ بزن بریم قادر حد اقل وایس تا اینا رو جمع کنم بعد برو شما مسئولیت اینجاست من مسئولیتم اینجاست بخشی که کیسه زباله ها پاره شد گفتم الان دلار همه میریزه کف زمین دست این زنه رو میشه نه این زرنگتر از این حرف هست که بخواد دوم به تله بده ببینم حالا میخوایم چیکار کنی؟ حالا باید بریم سراغ نقشه خودم آره فقط نقشه همون کدوم بود؟ آدر من میرم شما پرویز سند رو میگیرم
تو هم برو پیش خاله متانت رازیش کنی جوری سند خونه رو بگیر. یا نه وکالت رو بگیر. چون نمی خواهد خاله متانت بی خودی وارد این بازی کنی. فهمیدی چی میگم؟ آره بابا کامل فهمیدم. اون که میگی کامل من تن و بدنم میلرزه. حمید ببین من فقط برای اینکه قصوری ازم سر نزنه میپرسم. چی؟ قصور اون بخشی که گفتی باید بریم ما متانت رو راضی کنیم، میشه قبلش به من توضیح بدی؟ وقتی میگم تن و بدنم میلرزه برای همینه. سلام متمد خانوم، خوش آمدید. سلام، خیلی ممنون. در خدمتم. میوه نمیخوام. بابا پیوندیه ها. میخوام کجاست؟ پشت دخله. ای با اینکه لپت به چشت فشار میاره خوب میبینی ها. اوستا میرم دیگه داد نزن. سیز ببینی نمیشه. گوجه فرنگی و هویج و خیار و درختی. چش حتما. آقا میفرستم برات. چش خدا. به به خاله خانوم چه عجب از این برا؟ اینجا چرا همچین شده؟ همینه دیگه. وقتی ملک مال خودت نباشه همین میشه. همه مثل من مهربون که نیستن که. 7500 تومان. وقتی کرایه رم ندی نه هر روز کرایه اضافه میکنه. ندی یه تیغه میکشم وسط میشنم به دو نفر. بازم کرایه ندی میدم به سه نفر. میگم شما سعی کن نون حلال ببر شب و بر زن بچه. چرا اینجوری این میوه ها رو میکوبی رون؟ بعدش هم بلا فاصله قیمت رو میزنی. بابا چرا حضرت اینجا ما رو سوژه میکنی؟ حالا چه فرقه میکنه؟ فرقشو من باید بگم. فرقشو نمیدونی؟ یواش با برای که سنگین تر میشه اونطوری دیگه. بفرمایی خوب الان؟ بله. 3000 تومان من در بفرم. اومدم بگم که تا یکی دو هفته دیگه وقت محضر بگیرین دیگه بریم این سند رو به نام بزنیم خیال همه راحت. متانت خانم یه چای بیارم خدمتتون. دستمون درد نکنه. چه عجله‌ایه. باش سر فرصت. نه الان سر فرصته. بعدش هم خواستم ازت اجازه بگیرم. چه اجازه؟ ها؟ یه بند خدایی یه آدم خیلی محترم شما نمیشناسیش. الان کارش گیر افتاده واسه همین ضمانت سند میخواد. بعد دیگه گفتم که اگه بشه سند شما رو بگیرم. بذارم یکی دو هفته ای هم کارش تموم میشه. خیلی هم آدم خوب و محترمیه. خیلی. حرفش حرفه؟ آدم معتبریه؟ بله. قادر که نیست. با قادر سند بشه کارش میاد. خوبه شما اومدی شرکت دیدی بچه من چه کب کب دبدبه‌ای داره. چنچ بی خودی اسم اون بیش میکشی شما. آقا ببخش از این آدم مطمئنی، آدم درست حسابیه. شما نمیشناسی، تازه بشناسی هم نمیگم که چرا آب روش داری. اینا چرا همشه؟ دانا، یه جبه سیب بیار. بک، من سیب بیارم، چایی بیارم، چیکار کنم؟ بس نکن، اول چایی بیار بعد سیبو. ببین متانت خانم، من حقیقتش نمیخواستم از شما خونه رو بخرم. قرار با پولش من اینجا رو بخرم. ولی خب به خاطر آشفته که انقدر نگران تو پسرت بود من مجبور شدم خونه رو خریدم. ببخشید آقا، الان نفهمیدم چی شد. منت بیزاری سر من؟ پشیمون شدی؟ یا میخوای اجاره رو ببری بالا؟ نمیتونم یعنی چی؟ میخوای اصلا یه تیغه بکشیم تو خونه یه برای دیگه هم به یکی دیگه اجاره بدیم؟ ای بابا چرا منتظر من یه کلمه حرف بزنم شما منو سوژه کنیم؟ من فقط یه پیشنهاد داشتم برات. شما چرا قادر من اومدی؟ بله بله. چایی رو چرا میذاری رو هندونه؟ جاش اینجا ساخته. گفتم دم دستتون باشه. دم دست نمیخواد. برز اونجا. بله. چه پیشنهادی اون وقت؟ یه پیشنهاد خوب. بیاین چایی رو بخور تو آرارت بگم. دست شما درد نه. من میخواد؟ نه. ببین متانت خانم. پولی بود که داده است حمید رفت شرکت سرمایه گذاری کرد. خب اونو ورده بیار اینجا. منم یه پولی بذارم روش. اینجا رو می‌خریم. اصلا اینجا نشد یه جای دیگه رو می‌خریم. قادرم قرار دومادم بشه دیگه. اگه دومادم نشد بالاخره بچه خواهرزنم که هستش که. شما چه جوری روت میشه تو چشای من نگاه کنی حرفا رو بزنی ها؟ چه جوری واقعا؟ حرف بدی زدم. شما خودت خوب میدونی تلویزیون از وقتی برای اولین بار جنگجویان کوهستان رو پخش کرد
پسر من خاطر دختر شما رو میخواست. هی گفتی صبر کن صبر کن زوده حالا. بعد گفتی کف پای صافه. در صورتی که انگار نه انگاری بچه من وقتی دنیا اومد کف پای صاف بود. انگار همین الان سیقل دادن کف پاشو. بعد خونه رو کردی لیال شامپو. اینقدر به این بچه سخت گرفتی تا این بچه افتاد زندون. سابقه دار شد. دروغ میگم؟ کار بدی کردم. میخوام زیر پر و بالشو بگیرم کار برش درست کنم. نکن این کارو. زحمت نکش. خسته میشی. بچه من کار داره. کارش هم خوبه. تازه یه سری از تو سرا درآورده. دیگه چیکارش داری؟ اونم رضایت بده من رضایت نمیدم. خیلی خوب اصلا بمونه پیش حمید پادوی حمیدو بکنه. شما چی؟ شما با ما شریک میشین؟ من؟ از همسایگی با شما چه خیلی دیدم که از شراکت ببینم؟ سری که درد نمیکنه برای چی باید دستمال ببندم؟ خیلی ممنون. راضی به زحمت شما نیست. بفرمایید. اینم سندتون. دست شما درد نکنه. خدا نگهدارتون. یواش آقا نباری دستتو. چش داداش. حالا چرا قهر میکنی؟ وایسا. بیا این سند. نمیخوام. نمیخوام. بابا یه چیزی گفتم. بگیر این سند و بابا هر کاری دلت میخواد بکن. اما به پیشنهاد منم فکر کن. حالا اصلا فکر کن بر فرض محال. خب بگو اصلا یه درصد. اگه من راضی باشم اینجا شهر میارشم. اینجا که نه، الان معلوم است که اینجا بشه. حالا اصلا هر جا. این شد یه پیشنهاد. خب. بشین تو ماشین. نه الان کار دارم. باشه بخ. نه چسب ماشین میخوام برم. بعد میگی من سوژه کردم. کجا؟ دنبال سلام میرین بی ادب. سلام. کنار. خوبه؟ کجا؟ داری میرین تو؟ آقا نمیشه بریم. باز تو شروع کردی. اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ آقا من نمیگم، همسایه‌ها میگن. ای بابا همسایه‌ها دیگه چی میگن؟ نکنه یه همسایه هم شدن وکیل وضعیه یه رو نلبکی نصفتیه نلبکیه کیو؟ سمدی. آره؟ ببین آقا سمدی فقط یه وکیل رونم منم. این همسایه‌ها شاکی‌ان اونم از شما. از کی؟ ببین دیشب یکی اومده در انباری یکی از این همسایه‌ها رو باز کرده فلفور هرچی جنس برداشته رفته. خب یکی دو هفته پیشم قفل در یکی از این ماشین همسایه‌ها رو یکی باز کرده. خب هرچی خرت و پرت فلفور برداشتن رفتن. دخلی به ما داره؟ آقا شما اصلا متوجه افکار من نمیشی. همینه دیگه، دخلش اینه که این همسایه‌ها کلشون به من که همه کار این ساختمونن گفتن که به این آقا مشکوکن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی آقا عادت داره همینجوری بدون کلیپ میاد تو خونه. من خودم صد دفعه دیدم که همین آقا یه هویی در باز میکنه میاد تو. آقا اصلا انگار این آقا صد ساله که این کاره است. خود کاره؟ هر چیزی نمیگم برای پاره میشه. خود کاره؟ یعنی میخواییم بگین که من میرم سراغ وسایل همسایه؟ نه بابا یعنی دزدم؟ من که چی رو من دزدم؟ نه آقا چیزی نگفتی که این نبود که بابا نه بابا خدا نکنی چه حرفی منظورش این نبود نه اصلا اینجوری نبود منظور چی بود پس؟ منظور من اصلا این نبود که شما متوجه افکار من نمیشین. من میگم همسایه ها اینجوری گفتن وگر من ایشونو میشستم من میدونم که ایشون اهل این حرفا مثلا نیستن. ببین گوش کن، ببین عموی من همه چیه منه میفهمی؟ غیرتمه، وجودم، اصلا خود بابامه. بیا ببینم دربارش بست زنگ بزن کدوم که همسایه بود زنگ بزن بفهم تکلیف ما شرمنده عزیز من آه. یه نفر که نبوده چند نفر بود همون چند نفر رو بگو بیام پایین عزیز بودو. من شما عزیزم متوجه افکار من نیستی ها من دارم میگم که اونا منو محرم دونستن که حرفا رو با من زدن من نمیتونم آدم فروشی کنم ولی همون چند نفر گفتن اگه یک بار دیگه فقط یه بار دیگه این آقا بدون کلیپ بیاد این خونه فلفور زنگ میزنه به پلیس بیاد جمعش کنه بره. ببین با من نپر لپر میشی لپر کنم پرپر میشی گره که با دست بازرجه باید با دندون باز کرد کلیپ چه ساله دوست داشته باشم از دیوار میپرم میرم تو حمیدی یکی این حرفو میزنه که صاحب خونه باشه شما با احترام بیاین جمع کنین فلفل برین دنبال زندگیتون باز داره میگه باز داره میگه آقا من نمیگم آقای صمدی میگه میفهمی الانم زنگ زد گفت که پیش پرداخت شما آماده است
شماره حساب بدین پولو بریزن تو حسابتون. قرار دادم کلن فسخ. آقای صمدی از کجا میدونست اینجا چی شده؟ حتما تو گفتی بهش دیگه. ای آدم فروش، اسم خودم گذاشتی طلا، بهتون میگن طلا؟ چی میگه امین؟ این تلاش اصلا هیچ عیاری نداره که. چودن و مفرق و روی آهنه. ببین تو خجالت نمیکشی با این موهای سفیدم به من میگی دوست؟ همسایه‌ها به من میگن دوست؟ برو به این همسایه‌ها بگو من صد تا اینجور ساختمون رو تو جوانی فقط کالباس و پیراشکی و تخم و نوشابه خوردم. فکر کرد آی قلبم آی امو چی شد؟ امو آی آقا بی خودی شروع نکن، انا دست ما رنگی نداره. امو چشمک بالا پایی نرو. کجا فهمیده من چشمک زدم؟ اینی آقا زد من به جون خودمونا اول با این بعد اشاره تو می گفتم درست اشاره نداری. ای گفتم غیر عادی باش تو، عادی غیر عادی. برو آقا حالا چی تکلیف چیه؟ الان بهت میگم همین آقا، همین آقا خودشو زد به قلب درد و مریضی. من ساده رو به یه بهانه از خونه کشوندیم بیرون که یه نفر رو بفرستیم بالا میل پرده نصب کنه. اما این توبه میری از این توبه میری نیست. من نمیذارم بریم بالا، خونه تعطیله. آقای طلاخان وایس یه دقیقه وایس. آقا ما فقط میریم بالا، سند خونه عمو پرویز رو برمی‌داریم، خب؟ میاریم با خودمون پایین، بعد میریم دیگه. اصلا پشتمون هم نگاه نمی‌کنه، اصلا اینور نمیاد. ای آقا سند؟ آره چیه؟ قیافم نمیاد خونه داشته باشم؟ ها؟ اگه خونه داری پس چرا هر شب اینجا پلاسی؟ که حالتو بگیرم. اما ببخشید. خنگ شدی؟ نگاره، ببخشید. الو نگار. سلام. ببین. خوبی؟ آره بابا من هفته بودم دنبالم پرویز. نه بعدش هم سرم شلوغ بود دیگه برای کارهای عروسی. تو کجایی؟ آزمایشگاه؟ آزمایشگاه برای چی؟ ایشالله که هیچی نیست. بابا این همه آدم آزمایش میدن، چرا نگرانی؟ نه هیچی نمیشه. نگار بابا کنه من توی شرایط بدیم نمیتونم. یعنی بذار سلام شلوغ دیگه. خودت ببین هر چی سلام میدونی. حالا من میام پیشت. باشه خدافظ. میگم آقا امین بیا برو بالا سند و سری بردار بیار پایین. ولی هم خواهشن سری و سر برین دنبال زندگیتون. عمو جان شیرین کام باشی. نوشه جان دست رو در نبه. عمو پرویز جان. شما دیگه کی هستی؟ چی گفتی بهش؟ هیچی بابا. یه یکی دو نقطه از جوانیم تعریف کردم. خوشش اومد دیگه. آره. راستی همون؟ جونم. میگم این سند خونتون حل دیگه. مشکلی که نیست. اما اگه ته دلتون یه درصد دوست ندارم ببرم نبرم. ببین حمید. زندگی دو نیمه داره. نیمه اول رو من بد گذروندم. نیمه دوبار هم سعی کردم که جبران نیمه اول میشه. الان هم تو وقت اضافه هم. اینا رو گفتم که بگم تو پسر من، تو تمام غیرت منی و دوستم ندارم کسی بگه بالای چشم در بود. هرچی هم دارم و میخوام مال توست. فقط دوست دارم عمر نیمه تمومم خوب تمام بشه. خوب همون پرویز این چه حرفی میزنی؟ ایشالا که هزار سال عمر کنی. همون جو الان میام. مادر من یاری و یاور من. نخون همش فکر کنم آبینگیری خونم رو روشن بوده به قرقر افتاده بیده بگم بخواب. نخون ماما نکنه لب و لچت همچین دلم هم خورد. بیا این وکالتنامه، اینم سند. قادر دیگه سفارش نکنم و طول نکشه. اون سند که به اسم من نکردی که ما من اینجا یه جایی میخوام ببریم بذاریم امانت. میدونم منم اینجا رو امانت گرفتم، قرار چند روزه بذارم پس بدم، قول دادم. چشم، ما هم خیلی زود به شما پس میدیم. ما هم داریم میبریم بذاریم واسه زامن. پس ندی و زامن خودتو میکشم و فجره بکنم. من عاشق این مهربونیاتم. مثل تو پیدا نمیشه مادری. بازا آبی بگیری روشنه که بعد زشته. نکن اینطوری دیگه. بعدشم من به اعتبار حمید این کارو کردم.
و اینا تو یه پول سیاه پیش من اعتبار نداری. مامان شما به من اطمینان کردی؟ منم نمیذارم خدشه وارد این اطمینان شه. چی؟ خدشه. بعدش هم ناسلامتی من پسرتم. بابا خیلی زایسته اینقدر اعتماد به من نداری. با آدم بر میخوره. کاش که به غیرتت بر بخورد که اینقدر خرابکاری نمیکردی. به روح آقات خدا بیامرز، هر روز صبح که از خواب پا میشم چهار سوپین بدنم میلرزه که باز چه گندی میخوای بالا بیاری. حمید کجاست؟ حمید تا اونجایی که قصه‌ای وامو داد و سند و فکرنگ کرد من باش بودم. فقط یه کار فوری برای شرکت پیش اومد، رفت شرکت، گفت من بیام این کارا رو انجام بدم، منم برم شرکت. ای کلم دک، منم میام شرکتت. شما واسه میخوای به شرکت؟ خب میخوام میام سند رو خودم بدم به رئیست. خب اونی که وکالت دادیم به من، من دارم میرم اون کار انجام میدم دیگه. شما برای چی میخوای بیا؟ خب اصلا میخوام بیام باهاش صحبت بکنم ببینم پولم رو کی پس میده. پولتونو میخوای چیکار مامان؟ حالا برای پول خودم هم باید به تو جواب پس میدم. میخوام آتیشش بزنم. خوبه؟ نه بابا اختیارش دست خودتون. میگم فقط چرا پولو میخوای مخدوشش کنی؟ چیکار کنم؟ مخدوش این اسم مفعول همون خشش است. بعدش هم نمیشه بیام. برای چی؟ خانم مفاخری جلسه داره. خب وای میسم تو جلسهش تموم شه. مامان این جلسه های خانم مفاخری اینقدر طولانیه، صبح میره تو جلسه، شب میاد بیرون. بعدش هم میخوای بیای اونجا پشت در بشینی اعصابت خورد بشه، این تو کار ما اختلال ایجاد میکنی. خب باشه بهش بگو تو هفته یه روز میام حتما میبینمش. چشم. این سند و اینا رو بذار تو جیب گم نشه. مامان فکر کردی من کانگورو هم کیسه داشته باشم نه اینطوری بذارم تو جیبم؟ بابا ابعاد اینو نگاه کن که تو جیب جا نمیشه. خیلی منم تا یه جایی برسون دیگه. یعنی چی؟ مگه من راننده شرکت شما؟ بابا من الان شاگرد دارم، کار دارم، زندگی دارم. برو خداحافظ. بابا همین بغله دیگه مامان. من هیچی پول ندارم. پس یه خود پول لاغل به من. نمیگفتی من ریختت پیداست که پول ندارم. بیا در بسی بگیر که منم خیالم از بابت سند راحت میشه. خداحافظ. چیه؟ هیچی مامان. میگم شما که تو ماشین نشستی اون توشوی رادیو رو هم بزن با نرخ تورم آشنا بشی. دو رقمیه تورم، بعد به من دو تومن میدی میگی در بستم بگی. رادیو این ماشین توکمه نداره. در ببن. خداحافظ. چیزی هست گفتم دوباره بیاین آزمایش بدین. نه بابا مامان جان نترس، اصلا قضیه مهم و پیچیده نیستش که. فقط الهام گفت چون چه میدونم واسه خاطر جمعی بیشتر، واسه اینکه خیالمون راحت شه یه بار دیگه آزمایشتون رو همینجور تکرار کنه دیگه. بعد مثلا که اینقدر از این اتفاقا میفته، میگفت یکی رفته مثلا کبدش رو ببینه چربه یا نه، و گفتم بارداری، در این حد اشتباه میشه تو آزمایشا. خب اگه چیزی نیست بچه‌ش صدات میلرزه. من اصلا نمیدونم مامان بس چرا اینجوری هم، اصلا حالم خوب نیسته، ضعفی دارم دیگه. ما رو گرفتی ها، ما بچه ایم دیگه. آره بابا راستشو بگو قضیه چیه نگار. قضیه چیه؟ اصلا قضیه ای نیست. کدوم قضیه؟ خوبه همه چی دیگه. من برم یه آب به صورتم بزنم. اصلا نمیدونم چرا امروز اینجوری هم. دیدیش حبیب چه خاکی به سرمون برسیم. همین امروز فرداست که این دختره بفهمه. بهتر خودمون بهش بگیم حال قضیه رو بکنه. باشه بهش بگیم. نه 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 نگیم نگیم. بالاخره چی باید بفهمه یا نه؟ من قول بهت میدم از رو آزمایش قبلی این شک کرده که ما پدر مادرش هستیم یا نه. وگرنه برای چی میخواد دوباره ما رو بفرسته آزمایشگاه؟ راست میگی. بهتر بهش بگیم. یا ممکن نمیشه با دروغ زندگی کنیم. بگیم بهش قال قضیه رو بکنیم. آره بابا نمیشه اینجوری.
بهش بگی؟ یعنی چی آخه؟ نه بهش نگو. برای اینکه الان بچه من از اینکه عروسیشه، اگه بفهمه ما پدر مادر واقعیش نیستیم دق میکنه، عروسیش کوفتش میشه. نه نگو. بابا من چیکار بکنم؟ بالاخره بهش بگم یا نه؟ من که نمیدونم از دست بکنم. بگم یا نه؟ خیلی خوب بگو. من میگم بهش. شما ها الان چی گفتی؟ ما؟ آره برای شما گفتین که من بچه واقعی شما ها نیستم. ما؟ آره همه الان گفتین، الان داشتیم میگفتیم. نه دخترم اشتباه میکنی. خیلی خوب دیگه دلبر، کافیه. نمیشه برای همیشه که این قضیه رو مخفی نگه داشت. آره دخترم، ما پدر و مادر واقعی نیستیم. آزمایش درسته، تکرارش هم هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. هیچ. میدونم دخترم، میدونم اینو باید خیلی زودتر بهت میگفتم، اما خواهش میکنم خودتو بذار جای ما. چجوری میتونستیم بهت بگیم؟ من و پدرت سالها دنبال یه فرصت مناسب میگشتیم که بزرگترین راز زندگی تو بهت بگیم، اما نشد. یعنی نتونستیم. نتونستیم چون هیچ وقت فکر نمیکردیم که تو دختر ما نیست. هیچ وقت. پدر مادر واقعی کسیه که بچه رو بزرگ میکنه، زحمت میکشه، به سر سامون میرسونه. عشق تنها چیزیه که نسبت بین آدم ها رو تعیین میکنه دختر. تنها چیز عاشق دیدیم، با همه وجود عاشق دیدیم. نگاه دوست داریم از جونمون بیشتر. آره عزیزم عاشقت، الهی قربونت بدم. راحت شدم، راحت شدی. ها مستقیم میره دست راست تابلوشو میبینه مشخص. بله بله بفهم. آره دیگه حالا میرم بعدم ببینم. آقا اینجا وای نستا، اینجا آدم رد میشه. خب همون ور رد شد، همونجا ماشین رد میشه، از اینجا آدم رد میشه. خب منم اینجا آدم هم وایستادم. شما که اینجا رد نمیشه، شما اینجا وایستادی. بفهم آقا، برو آقا، برو اینجا وای نستا. این همه جای خوب، منی دادگاه جا بهترتی نبوده دیگه. آمانم زندانی آزاد کنم. اه همین وایسا وایسا کاله دارم. اه من میگم وایسا تو چرا میری؟ خب باید جای پارک پیدا کنم. سلام پرویز خود. سلام. خب قاده چی شد گرفتی؟ تو مثل اینکه منو نمیشناسی. اتفاقا چون میشناستت نگرانیم. این وکالت این هم سند گرفتی واقعا؟ بله بابا خودت هیکل تک. ببین دیگه الان قادر بهت میاد. بده. نه امانت داداش دست من. خب بنی 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 دیره. عمو جون فقط شما اینجا باش. خب ما تا میریم برمیگردیم مواظب باش که موقع پلیس نه جریمه کنه. خب خداحافظ. خداحافظ. چرا شبینی؟ اون تو جلد سبزه. وایس کجا رفتی؟ آقا بیا بیا. آقا ببخشید ما میخوایم وثیقه بذاریم، کدوم سبد داد بریم؟
بله خیلی ممنون. من هیچی تو این دنیا نداشته باشم، چیزی که دارم هم که امرامه سابقه هم همه اینا رو حفظم. باشه بایسا بایسا یه خورده پارک دوب تمرین کن تا بیام. پارک دوب نمیشه. چرا؟ حداقل با یکی دوتا ماشین باشه بفهمم. فرض کن یکی دیگه هم هست. آقا نمیشه پارک. میشه میشه. سکادرات تمرین کن. سکادرات که 20 بار تمرین کردم. 21 بار تمرین کن. مشکل دارم. خب سکادرات. اخ نسن دیگه تمرین کن. سلام. پرویز خان. سلام علیکم. به به سلام علیکم. شدی؟ سلامت خانم. مگه من تا حالا کی گم شدم که این بار دومیش باشه؟ نه به خاطر آلزایمرتون دارم میگم. قرصاتونو خوردین؟ بله بله قرصامو خوردم، ولی چه فایده ای داره؟ چرا؟ مهم اینه که آدم دلش میگه که قرص باشه. آه بله. من یه زنگ به حمید بزنم بگم شما اینجایی. الان فهم میکنه شما گم شدی، همه تهرون زیر پا میذاره موبایلم کو. آها پیداش. نه نه این کارو نکنید، خواهش میکنم این کارو نکنید. من با حمید در جریان، با حمید اومدم من. بله با ماشین اومدم اینا ببینم ماشینش رو پارک. آره رفتن اون تو. آخه یه کاری دارم برمیگردم. خیالم راحت شد. شاگردتونه؟ بله سلام کن. سلام کن. سلام کن. حالشو بخواهی؟ باشی ترمز برخشی 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 درشو ترمز کن. تو بهش گفتیم اینجا؟ فکر میکنی اگه میگفتم راضی میشد؟ الان مامانت اینجا چیکار میکنه؟ مامانم؟ ببخشی قبلی که مامانم باشه خاله تو الان خاله تو اینجا چیکار میکنه حمید؟ گن زدی، من همین الان داشتم ازت تعریف میکردم. گن زدی، تعقیبت کرده، خودت هم نفهمیدی. بابا حواست جمع کن دیگه، اگه بفهمی ما اینجا چیکار داشتیم گن زده میشه به همه چیه. اصلا میخواد بگم سنده رو پس بگم بهشون بدم. همین بهتر بابا نبینته. خدا حافظه. عمو خانم اعتماد اینجا چیکار میکرد؟ چه میدونم، حتما اومده بود دنبال دیگه. آه چه چی داشت میگفت؟ میگفت که من بهش سند دادم که بره شرکت، اینجا چیکار میکنه. خلاصه یه جوری سر تاش هم آوردم فرستادم رفت. شکم نکرد. آره نه منو میگه. حتما یه کاری کردی که شک کرد دنبال راه افتاده. 100 درصد همینجا شک نکن. آقا من نمیدونم، من فقط به من گفتین برو سند بگی منم رفتم سند بگیرم. توضیح نده، هیچ نمیخواد بگی، فقط بدین بشین تو ماشین قشنگ حواسش پشت سرت باشه. آقا تو چه بزرگی جه، همه کارا رو میسپری رو دوش من. من چه میخوام بشه پشت فرمون جلومو نگاه کنم. اومد 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 اومد. باشه دیگه آدم نیومد. دیدی چه جوری اینجا بالا بعد دوی دیدی؟ بیا. اون خان دیگه. نگاه. نگار مادر قربونت بره دختر گلم، روی مادر فدات شه، در رو با کن مادر. نگار جا جواب میده؟ بیر من بکن بگم، بیر من ندوش با نگار. بابا جون ما الان میدونیم تو چه حالی داری، هر کسی دیگه هم جای تو بود الان به هم میریخ. بابا یه لحظه این در باز کن، این قیافه مادر مرده مبلوک تو ببین چه شکلی شده. ای خدا مرگم بده. چه شکلی شدن؟ بابا حالت دونیه میره بایزا جب گیری کردی. بابا در باز کن من توضیح بدم، بهت بگم که من و مادرت چه کشیدیم، بعد مطمئن باش که تو نظرت عوض میشه. نظرش الان چیه؟ چه میدونم، به هر حال بشنم عوض میشه دیگه. نگاه بابا در باز نمی کنی؟ باش باش بابا، من از همینجا بهت میگم کاری نداره که. بابا جون سالها پیش من و مادرت، یعنی من و این دلبر بچه‌مون سر زاره رفتیم دکتر گفت آقا شما دیگه بچه دار نمیشیم. گفتیم دلبر چه کار بکنیم چه کار نکنیم، به این نتیجه رسیدیم بریم سرپرستی بچه رو بوده بگیریم. خلاصه گذشت تا شما رو دیدیم بابا. اون لحظه ای که تو رو دیدم ها نگار جون هیچ وقت از یادم نمیده. یک دل نه صد دل عاشقت شدم.
همون بچه بودی که من میخواستم. اینکار بچه خودم بودی. بابا زبون باز کردی، برای اولین بار گفتی بابایی. انگار دنیا به من دادن، به جون دلبر. گفت مامان. حالا چه فرق میکنه تا وقت گیر آوردی ها؟ شنیدی نگار جان؟ گفتی مامان، قربونت برم. همون لحظه دنیا رو به هم دادن، فدات شم. عزیزم حالا در باز کن، بذار من و مادرت هم دلمون خوش بشه دیگه. باز کن بابا. نکنه یه بلایی سر خودش آورده. نه بابا چی داری میگی؟ مگه بچه هست؟ بیه ببینم. یه چیزی افتاد. کلیده کتر رو حرفامونو شنیده یا هیچ کدومو نشنیده؟ من دیگه حالا حوصله توضیح دادن دوباره ندارم. هر کاری خودت میخوای بکن.